خانم ها آقایان، فایت جذاب در وزن 57 کیلوگرم، یکی از اردبیل دیگری از لرستان، آقای سید رضا شیرزاد. حالا دعوت میکنم از حریف ایشون، آقای مشتاق آذرخان. دعوت میکنم از داور مسابقه آقای علیرضا وفایی. سید رضا شیرزاده در برابر مشتبه آذرخوش، توضیحات تکمیلی رو بده علی جان. سید رضا شیرزاده ملقب به خبیب با مشتبه آذرخوش، در انتخابی این دو فایتر با هم فایت کردن و فایت جنجالی بود، کلی اعتراض بود و دوباره این تشویق کنین هر دو فایتر رو مچ کردن. پیش بینی چیه ایمان از این بازی؟ شناختی ازشون ندارم ولی حالا در ادامه تقریبا هر دو فایتر با بک با بکراند ام ام ای و کشتی میاد توی کلوز گارد، فول گارد بسته آذرخوش. آذرخوش فایتری است که گراپلینو بلده، یه جورایی خوب گراپ. از شهر شماست دیگه، از دروده. درسته. زیر نظر ترینگل محمد از ام اس تیم. ترینگل بدون دست نداره. آره نداره دست خیلی. به نظر شما ترینگل چی میشه؟ این چی میاد بیرون فقط ممکنه خودش و حریفش یه ذره خسته نگه داره، فقط یه کنترل رو سره، مگر اینکه گردن حریف فیچ بخوره، مگر اینکه دستش بکنه تو دستش شاید تبدیل کنه به سید رضا شیرزاده با یه استایل داغستانی. سرش گیر افتاده بین فیگر فور بسته
مشتبه آذرخوش از درود لرستان یه بازی حرفه‌ای برده از MS Team. مشتبه آذرخوش منتظری ببینیم چه اتفاقی میفته. فشار روی مهره است. دابل انکل میگیره. مشتبه تو پهلوان دو یه ناکوت فوق‌العاده داشت. پاش باز میشه از دور سر همونجوری که فکر میکردیم. موچه پا رو گرفته میخواد بیاد برای نیبال. آره ببینیم لگلاک. بعد ببینیم میتونه پاشو ببنده دور پای شیرزاده یا نه. حالا میتونه اینجا نیوار بزن. رفت برای نیوار. سرشو بیاره بالا بازی تمام. این زاویه که ما میبینیم نمیبینم. دوتا ضربه به کمر. بالا لگنشو بچسبونه به زمین. سرو بیاره بالا. روشو بگردونه تو زاویه درست. فکر میکنم شیرزاده بتونه. آذرخوش بتونه بازی رو تموم کنه. لگلاک خوب کامل پا رو کشیده باز مجدد بهش نزدیک میشه شیرزاده میاد روی مانت. هنوز مانتش رو کامل نکرده. فشار روی صورت کنترلش رو کامل میکنه شیرزاده. یه پل نصف نیمه از آذرخوش کنار کج دنبال میشه. شاید بازی سبک‌وزن یه خوبی که داره تداول تکنیک زیاد هست. میتونیم تکنیک‌های زیادی ببینیم. دقیقاً سرعتشون بالا موومنت بالا دیرتر خسته میشن. وزن 57 کیلو شاهد رقابت هستیم تو فلایویت. یه رقابت انتقامی که توی انتخابی این رقابت خیلی جنجالی بوده. چند تا مشت سنگین از مان بک میره برای آرنسی. بوکاشو جا میکنه اول. شیرزاده هم مربیش برادرشه سید محسن شیرزاده از اردبیل از تیم اینی. صادقی نظرت راجع به رول خوردنشون و گراپلینشون چیه؟ الان داخلی حالا میتونه پا رو همین کاری که الان کرد اگه پا رو بکشه جلو میتونه نینیوار بزنه به سبک اسلام مخاچف. نشد اومد بیرون توی فولگار. زبیت هم انجام داد. زبیت داخل فایتی که داشت وقتی حریفش روی بک داشت کنترل میکرد پا رو کشید. نیوار از بک فکر نمی کنم در این کلاس باشن که بخوان چه حرکت های ازش ببینیم. مجدد دنبال میشه کنار کج. پا رو داشت که بکشه ولی احتمالی که یه ساب میشن اتفاق بیفته به نظر من خیلی زیاده. من فکر میکنم تو آخره رانده یک باشیم دیگه. هر دو فایتر تکیه زیادی رو کیج دارن. تو فولگارد شیرزاده تو فولگارد آذرخوش کامل بدنش رو ول کرده رو بدن آذرخوش. اینجا آندرهوک اگه بگیره میتونه یک کاری از خودش نشون بده. آذرخوش بلند میشه باش اسلام کاملا صحیح. فکر میکنم دوباره بخواد این کار رو انجام بده. فشار کامل رو دابل آور هوک. محمد سالارمند تو کوچ مشتبه آذرخوش مونده و کوچ میکنه. تو این وضعیت اگر مچ دست چپ شیرزادو بگیره میتونه برای ترانگل اقدام بکنه. زمانی که کنترل خوبی نداره ببین خیلی اوور هوک البته باید قبل آره میگیره ول میکنه. اوور هوک میگیره ول میکنه. باید بیاره بالا. اوور هوک دستشو کامل کنترل کرده. دستو سکیور کنه میتونه. از هیپش خوب کار نمیکشه آذرخوش. یه مشت سنگین توی سر ترنگل گرفت. هنوز کامل نشده. ستاپشو کامل نکرده. سر کنترل کرده. ضربات زانو از شیرزاده 10 ثانیه آخر رانده. چسبیده یه اسلم. بعد ببینیم چی میشه آذرخوش. ران تموم میشه. تموم میشه. شانسی آورد. به نظر میومد که بتونه ستاپو کامل کنه. بعد ببینیم برای راند دوم چطور پیش میره. این راندو از لحاظ فنی چطور دیدی؟ We'll be right back.
منتظر راند دوم و راند پایانی. مجددا تکرار میکنم تو رقابت‌های پرلیمیناری این رویداد پهلوان راندها 5 دقیقه و 2 راند خواهد بود. شروع راند دوم، بررسی داورا، آمادگیشون از علیرضا وفایی. هنوز سمت شیرزاده آمادگی کامل نداره، بدنش هنوز خیسه. نباید اینقدر مطلب خشخاش بذارید، فقط مهم خوش بودن کف کیجه. وفایی بالاخره اعلام شروع، راند شروع میشه. سید رضا شیرزاده فایتریه که دستای خوبی داره، میتونه دوئل بوکس کنه. مشتبه دوست داره انگار بیشتر بازی رو به خاک ببره. یه ضربه زانو رو یه خمو میکشه، خاک میکنه، هنوز کنترل کامل نداره. مایکیمورا رو میگیره ولی مشتبه با شورت رنگی در مقابل رضا با شورت مشکی. فشار کامل کنار قفس. سر کامل پایین، منتظر خم گرفتن رضا. کاملا سعی کرده مچ پای حریفش رو کنترل کنه که نیاد پایین. به نظرت مشتبه کنترلش رو کامل میکنه یا نه؟ یعنی کامل تکدان میکنه یا نه؟ بکنه الان، یعنی رو به کیج بکنه میتونه تکدانش کامل بکنه. درسته. خودش حائل شده بین جایی که باید تکدان بکنه، یعنی باید خالی کنه که بعدا اون بیاد پایین. با توجه به اینکه سر تو گرفته، کافیه مثلا فقط بچرخه بده سمت داخل. برمیگرده پشت رضا. فشار خیلی زیادی میارن رو هم دیگه. تو باترفلای ضربه های آرنج متعدد از مشتبه، آنچنان قوی نیست. یه پا تو باترفلای، یه پا روی کمر، بدون کنترل دست. مجدد بازم میخواد بره ترینگل، میخواد بره واسه کاملا ترینگل. مشخصه که میخواد ترینگل بندازه و اینجا دیگه فهمیده شیر داده. پس میشه. آها کامل نیست. اگه برگرده دوباره روی دو زانوی دفعه بعد دستو در اختیار میگیره. میکنه تو هوک از شیرزاده، دو تا ضربه زنگ کامل و کنترل کرده. ببینیم میتونه خفه کنه، مشت میزنه، انتخابش چیه. میره برای آرنسی. تپ میکنه یا نه مشتبه؟ ستاپش کامل کرده تقریبا، هنوز کنترلش کامل نی. بلیدان فلت شد. بلیدان تمومه. بعد ببینیم چه اتفاقی میفته. میاد رو پهلوش، رو ویک سایدشه. میتونه هنوز شانس داره آذرخوش از اینجا بیاد بیرون. رو ویک سایدشه. فشار آنچنان زیاد نیست روی گردنش، ولی کنترل خوبیه. فاصله سینه آره زیاده، روی سایدش هم از آره. سمت دستش میتونه به چرخه. اگه بتونه جای دستش رو عوض کنه، با ترنگل مخالف بس. با ترنگل حالا داره جای دستش رو عوض میکنه. متوجه شد رضا که باید جای دستش رو، سیت بلتش رو عوض کنه. الان این دستش آندرهوکه، بعد ببینیم میتونه دست دومش رو کامل کنه یا نه. دست راستش رو اگه بیاره موقعیت تمام کردن داره. نباید بذاره. لگنش بیاد پایین تمومه. موقعیت از دست میده. باید بلیدان کنه یا اینجا الان باید وایت ترنگلشو ول کنه، دوباره بکشو کنترل کنه. یا باید ستاپ دستشو تغییر بده. اینقدر بدنشو نمیره جلو. یه مقدار تو وضعیت گیر کردم. اگه اینجا رضا بتونه بازی رو تمام کنه، انتقام اون انتخابی رو میگیره. انتخابی رو گرفته است. که حرف حدیثا خیلی بالایی هم وجود داشت. همچنان تو بادی ترانگل حریفش رو نگه داشته. فشاری که رو سر صورت وارد میکنه کافی نیست برای اینکه بازیشو به پایان برسونه. یه ضربه مشت، مجددن مشت. بهتره بادی ترانگلش رو واکنه، تو این موقعیت یه ذره خطرناک میشه براش. خیلی اومده بالا. خیلی اومده بالا، به راحتی هم میتونه رو پاش فشار بیاره الان. اگر بچرخه آذرخوش. کاملا سواره، دستو کامل جمع کرده، یه اشتباه رول میزنه، یه غلط میخوره مشتبه. باید ببینیم هنوزم رو ویک سایده رضا. یه ضربه مشت. از نظر امتیازی تقریبا کنترل ایران دست رضا بوده. نظرت چیه علی؟ خب رضا نشون داد اینجا که... همون وضعیتی بود که زبیت پا رو کشید و تونست نیوار بگیره. ببینیم میتونه این بار آرنسی رو نشون بده یا نه. نه باز میاد بالا. جا
جالبه که چرخشاشو بدون باز کردن بادی ترنگل انجام میده. آره فشار خیلی زیادی داره رو پای خودش میاره. دقیقاً. فشار بدنشو میذاره مشتبه روش. اگه مشتبه اینجا بیاد بیرون میتونه کاری انجام بده. دقیقاً مشتبه امتیاز زیادی رو از دست داده. یعنی کنترل رضا تو این راندم بهتر بود. حالا چنون بادی ترنگل داره. دیگه اون شرایط نیست. ببینیم میتونه آرنسی کنه یا نه. داخل ام‌ام‌ای میتونن رو فکم فشار بیارن. آره مشکل نداره. میره که کامل کنه. نه دست لاکشو قفل کرده. مشتبه نمیذاره دست بیاره. این بادی ترنگل خطرناکه. بادی ترنگلی که بره زیر بدن حریف ممکنه حتی ثابت بشه. عشان الان برگشته رو پاور سایت. فشار زیادی رو به اینجا موقعیتی که اگه برای چوک بره میتونه. دستش کامل گرو گرفته مشتبه. تمام تلاشش اینه که با چرخش بیاد بیرون. الان باید ببندتش. الان با دست چپ ببندتش. تمام. آ تمام. راند دو به پایان میرسه. آقا گروه تشریفات یه لحظه تشریف بیارن. این برای کیج، این برای کیج. آره جان، به عنوان یه کارشناس زمانی که یه فایتر میخواد شروع بکنه به ستاپ یه ساب میشن باید چه نکاتی رو رعایت کنه؟ قطعا اولین چیزی که لازمه کنترله. یعنی باید یه جوری کنترل کنی حریفتو که موقعیت ضربه زدن رو ازش کنترل بگیری. تو ام ام ای حالا بسته به موقعیت، مثلا چیزی که تو این فایت دیدیم، حالا ما توی فول گارد بود اکثر بازی یا پیروز مسابقه به رأی متحد داوران آقای سر و گردن حریف خوب کنترل کرد سید رضا شیرزاد. همونجوری که حدس می‌زدیم رضا شیرزاده بازی رو برد، برنده مسابقه شد. توضیح میدادم خدمتت که باید فاصله حریف رو به خودت نزدیک نگه داری، برخلاف حالا سایر ورزش گرپلینگی. توی کلوز گارد موقعیت داره حریف برای مشت زدن، ضرباتی رو ستاپ میکنه، میتونه دستشو زیر چونه حریفش پین کنه، جک بزنه بیاد بالا، یه فریم درست کنه بیاد بالا. ضربات البو مشت مشابه فایترهای خیلی بزرگی که دنیا تو این استایل فایت میکنه مثل جی اس بی. برای اینکه بخوای به اینجور آدما ساب میشن بزنی حتما باید یه آشنایی به تکنیکای روز گرپلینگ دنیا داشته باشی. مسلما چیزایی مثل رابر گارد و اینا اینجا میتونه اثر داشته باشه. برای با بله حتما باید هیپای بازیکن‌ها کار بکنه.